پیگیری کالج طب سنتی اتریش امروز اولین گروه از استادان و درمانگران طب سنتی این کشور دانشجوی دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران شدند. هدف از حضور این اساتید که در واقع به عنوان دانشجو الان حضور دارن اینجا این هستش که با قسمت‌های مختلف طب سنتی ما آشنا بشن، فعالیت‌های بالینی ما رو ببینن، توانمندی‌های ما رو ببینن تا در آینده خیلی نزدیک دانشجوهاشون رو بفرستن اینجا. و 3 ماه گذشته ما در واقع 2 تا کارگاه طب سنتی ایرانی رو با حضور اساتیدمون در اتریش برگزار کردیم که خیلی مورد استقبال قرار گرفت و بعد از 2 تا 3 ماه شاهد حضور این هیئت در ایران هستیم. کالج طب سنتی اتریش دانشجویانی از کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا دارد و این فرصت مغتنمی است که طب ایرانی تا قلب اروپا منتقل شود. در کشور اتریش طب ابن سینا خیلی محبوبه، بهش میگن طب سنتی اروپایی. به هر حال کتاب‌های ابن سینا سالها در این کشور تدریس می‌شده و خیلی از اونها ابن سینا رو می‌شناسن و به خاطر اینکه در واقع این طب در اونجا خیلی محبوبیت داره و آموزش داده میشه، در واقع اونا ما رو پیدا کردن و دوست داشتن که با ما و طب سنتی ما بیشتر آشنا بشن. ما سعی کردیم در این دوره آموزشی کوتاه به هر حال تکنیک های مختلف یا روش های مختلف و توانمندی های مختلف طب سنتی ایرانی رو بهشون نشون بدیم و تا حدی بهشون آموزش بدیم. این دانشجویان خارجی که خودشون اساتید طب سنتی دانشکده اتریش هستن قرار هستش که پیام‌آور طب سنتی ایران باشن. ایران را برای آموزش انتخاب کردم، برای اینکه فرهنگ ایران رو دوست دارم و طب سنتی اینجا پیشرفت خوبی داره. میخوام از نزدیک روش های درمانی طب سنتی ایران رو ببینم و اونها رو یاد بگیرم. طب ایرانی در درمان خیلی توانمنده و پزشکان اتریشی تمایل دارن این طب رو یاد بگیرن. پزشکان ما با این طب میتونن به بیمارانشون خدمات بهتری بدن. شهریور پارسال تفاهم نامه همکاری در حوزه طب سنتی میان ایران و اتریش با سفر رئیس جمهور این کشور به ایران امضا شد.